سلام میکنم به بینندگان عزیز. عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز. گزارش های تکمیلی از تظاهرات هزاران نفره اقشار مختلف اجتماعی در تهران، حاکی از شعارهای کوبنده مردم علیه حاکمیت دزد و چپاولگر آخوندی بود. آنان شعار می دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز. این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم و فریاد فریاد از این همه بیداد. به تصاویری از تظاهرات غارت شدگان و بازنشستگان توجهتون رو جلب می کنم. زیر عباست امروز، عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز، عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز. یه نفر بیاد دوتایی بگیرین اینو، کسی میدونی نیست؟ فریاد فریاد از این همه تبعیض، از این همه بیداد. دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی. روحانی خجالت خجالت. از این برخر اندیشه بر نگذرد،
در تمام سالهای پس از انقلاب حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سطح پایینی بوده که هیچ تناسبی با عدالت و دفاع نداشته و به برکت این تبعیض آشکار بر جوانی خود و فرزندان ما را از ابتدایی ترین حق حیات انسانی محروم کردید و اینک دوران کهنسالی عظیم و تأسف‌آوری برای ما رقم زدید. بازنشستگان در بیانیه پایانی خود از جمله خطاب به کارگزاران رژیم گفتند: امیدواریم این بار هم راهبردتان بازی با روح و روان ما نباشد، که اگر بار دیگر چون گذشته عهد و قولتان بر آب نوشته شده باشد، کمر همت بسته ایم که داد خود را با دستان اراده و قدرت اتحاد بستانیم. ما بازنشستگان برای پایان دادن به رنج تبعیض و بی‌عدالتی نه گردن کج می‌کنیم و نه در برابر کسی سر فرود می‌آریم، زیرا خواسته ما قانونی است و اعتراض تا رفع بی‌عدالتی و پایان دادن به بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مسئولین ادامه خواهد داشت. گشت ویژه سپاه تهران. محمد رضا یزدی، سرکرده سپاه ضد محمد رسول الله تهران، در شورای قلابی شهر تهران در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی و با تاکید بر اینکه زلزله‌های اجتماعی در تهران در حال رخ دادن است، خبر داد که این ارگان به زودی گشت‌های ویژه را راه اندازی خواهد کرد. سرکرده سپاه تهران در حراس از حتی گلایه‌های آبکی کارگزاران رژیم از سپاه اعلام کرد به صورت علنی و از تریبون‌های عمومی انتقاد نکنند. ادامه اعتصاب کارگران خشمگین نیشکر هفت تپه. کارگران نیشکر هفت تپه به اعتراضات خود ادامه دادند. آنان با بستن در اصلی شرکت با بیل و سایر وسایل دفاعی ایستادند تا چنانچه نیروهای سرکوبگر بخواهند حمله کنند به مقابله بپردازند. تجمع اهالی روستای اسماعیلیه و اسلام‌آباد چمیان. جمعی از اهالی روستای اسماعیلیه و اسلام‌آباد چمیان از توابع شهرستان کارون در اعتراض به استخدام نیروی غیربومی که منجر به بیکاری نیروهای بومی شده است، در مقابل شرکت نیشکر سلمان فارسی تجمع کردند. در این تجمع همچنین تعدادی از جوانان جویای کار شهرستان کوت عبدالله نیز در اعتراض به استخدام نیروی غیربومی شرکت کرده بودند. ایستادگی کسبه پلاسکو در برابر غارتگری بنیاد مستضعفان. کسبه ساختمان پلاسکو اعلام کردند حاضر نیستند سرقفلی مغازه‌های خود را به زیر قیمت به بنیاد غارتگر مستضعفان بفروشند. آنها گفتند ما ضررهای هنگفتی بردیم و هیچ اقدامات جبرانی از طرف دولت نداشتیم. گرانی دو برابری قیمت گازوئیل و اعتراض لنجبران. به دنبال اعلام دو برابر شدن قیمت گازوئیل در جنوب ایران برای لنجبران که به 2000 تومان رسیده است، لنجبران معترض اعلام کردند که با این کار بسیاری از لنجبران بیکار می شوند چون تماماً ضرر می کنند. رژیم آخوندی آب و خاک ایران را از توان تولید تهی کرده است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست رژیم، اعتراف کرد که بر اثر تخریب محیط زیست توسط رژیم آخوندی، ایران با ظرفیت محدود آب و خاک دیگر توان تولید محصولات برای 80 میلیون جمعیت را ندارد. وی افزود در کشور بیش از منابع مصرف کرده ایم و در نتیجه خاک نیز به مانند آب به سمت ورشکستگی می رود. در آستانه یک ماه شدن زلزله استان کرمانشاه، نارضایتی مردم مناطق زلزله زده نسبت به کمک نکردن ارگان‌های حکومتی همچنان ادامه دارد. تصاویر رو با هم می‌بینیم. دو ملک ها هستند. چه دلگه لکیست؟ هاوست دلگه همه، هاوست، هاوست بخواهی. هاوست، هاوست اینجا سو او چه دلگه دلگه. بخواهیم شو ام دفعه هستند جری خوب خزد.
حتی جد کنه نو چه درگه قسم بخوا عدیره و حتی رک مالی گر او نشه گریم دنیام هاو ای سیب کن نه ده الان این یکنه الان چی دندگینه برای والا حموش همه مالک هست او مالک هست همه شای مالک هست حچی نمار حج واو دیو دیو برو حساره کش همه شای بخوا حچی نمار حچ یکی از قسمت های شهر ازگله است. باران دیشب کل اینجا رو در بر گرفته و باعث خیس شدن چادرها و وسایل مردم توی چادرها شده. برای چند خونه برای این سرویس بهتر شد؟ برای پنجشیش خونه برای دستی خودم برای خودم درست کردیم اینجا منطقه زعفرانه امروز 15 آذر بعد از 20-25 روز زلزله همه جور امکاناتی نداریم چادرامون خوندن کسیف شده بندر کسی مستند هستم الان بعد از 20 روز دوباره اومدم داخل شهر محله فولادی محله زعفران اینا دوشاره کم بودای زیادی شدن جوابی پشته آب جزی میاد زیر چادر خراب میشه بوی بدی نه نمیتونیم زندگی کنیم دیشب بخاطر بوی بد این و درد و خواب و نمیتونیم داخل چادر زندگی کنیم ساعت 12 شب بردیم میشه بخارستم واسه چجوری بره تو همون کنیم در بازه بله نه آب داره نه هیچ این خودمون درست کردیم با مردم ما هرچی میگیم میریم استاد بران کسی نمیادی اشقالا اینجا بردارم از شهرستان هم یا کمک میکنم مثلا اونا لحن از شیراز اومدن کمک میکنم